افغانستان کشوری است که گواه دهها نبرد بوده است و از همین رو ماین های منفجر ناشده هنوز هم از مردم قربانی می گیرد. از میان هزاران تن امان الله و فاطمه دو فرزند یک خانواده اند که در نتیجه انفجار ماین اعضای بدنشان را از دست دادند. من بوده تخته و بام را خسته و بوده مکر بام را واسط و کتا غتا سرکتا مرا کتا کو کباری ویل سه من گنج اخلو مات وارانه کی از سوی هم برخی از خانواده های قربانیان جنگ از وجود ماین ها در محل زندگیشان نگرانند. چند دفعه مراجعه کردیم که از خاطر این ماین ها این منطقه را پاک شود، ولی وا به ما گفت که پیلند در زمین مانده، ولی ما به کوه رسیدگی نمیتانیم. ما از خاطر زمین وشتوکار از کوه بیخی ما نکردیم. در همین حال صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 85% از قربانیان جنگ در افغانستان را کودکان تشکیل می‌دهد و افغانستان آلوده ترین کشور جهان به جنگ افزارها و مهمات منفجر ناشده است. اما اداره انسجام هماهنگی و تطهیر ماین آمار ارائه شده از سوی یونیسف را تکذیب کرده و میگوید که 65% قربانیان ماین را کودکان تشکیل می‌دهند. یونیسف دی غراپور پاس اس پان نشی دوی رسانه سره شریک کړی ده او د افغانستان د ماینونو د قربانیانو د ماشومانو فیصدی هغه 50 خوري ده. دغه راپور د یونیسف موږ را دوو د موږ د معلوماتو په اساس باندې د ماشومانو قربانی هغه چې ده 15% ده. این در حالی است که چند پیش دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز گفته بود که در سال گذشته میلادی بیش از 700 کودک در افغانستان در نتیجه انفجار ماین های زمینی، مواد منفجره جنگی و بمب های دستساز کشته یا زخمی شدند.